سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوش اومدید به چنل مودیاک تیم. من امیرم و امروز اومدیم با هم دیگه درباره حواشی صحبت کنیم که این چند روز اخیر امیر تتلو براش به وجود اومده، جریان دیپورت شدنش به ایران، جریان شکایتایی که علیهش تنظیم شده. یه ویدیو دیگه ساختیم در مورد این موضوع کامل، امیدوارم برید اون رو اول ببینید بعد بیاید سراغ این ویدیو، که این ویدیو بیشتر درباره صحبت‌های موری و هدف کسایی که در واقع دارن توی این مسیر این هیت رو به امیر تتلو وارد میکنن و نتیجهش چی بوده، چه سودی داشته براشون، حالا چرا دارن به این موضوع میپردازن، حالا به خاطر ویوشه، به خاطر هر چیشه، قرار بریم با هم دیگه بررسی کنیم. اول از همه ویدیویی داریم که فکر کنم با آیدین زواری، اسمشو نمیدونم دقیقاً، موری گرفته و در مورد امیر تتلو صحبت کرده که توی خونه امیر تتلو در واقع چه اتفاقی داره میفته، آقا سر دخترها چی میاد، یکی میگه شکنجه میکنن، یکی میگه نه همه چی اوکی، یه نفر استوری گرفت گفت همه چی اوکی بوده، ما رفتیم خیلی خوب از من پذیرایی کردن و خیلی خوب بوده، دختره بود استوری گرفته بود از قدیمی ها که پیش امیر تتلو بود، و اردلان تومه اومد استوری زد که رفیق قدیمی امیر تتلو و گفتش ما هر وقت پیش امیر تتلو بودیم همه چی اوکی بوده، فضا صمیمی بوده، فلان و اینا، همچین چیزایی که اینا در موردش گفتن و ما نشنیدیم. بریم ما هم دیگه این موضوع رو ببینیم ویدیو چجوری. آقا لتس گو. اینا رو میبره تو اتاق، همه رو زندانی میکنه، این انگار یه بازداشتگاه، فکر کن مثلا پلیس یکی رو چجوری میبنده یه اتاق زندانیش میکنن، راه در رو باز میکنه، یه که نون میفرسته تو، تازه بدتر از زندان بهت قضا میدن، چه میدونم همه چی بهت میدن، مثلا میبره تو اتاق زندانی میکنه، یه ها 4 روز آب و غذا نمیده، بعد میاد کتک میزنه، چه میدونم با کمربندی یه چیزی ببین من موضوعی که دارم میگم، چیزی که پس ذهن منه اینه که چیزی که دیدم رو باور میکنم، چیزی که ندیدم رو باور نمیکنم. موری شاید این چیزها رو واقعا دیده، شاید دیده و داره تعریف میکنه، ولی من میگم اگر این چیزها رو یه نفر ببینه، امکان نداره مثلا خودش همون موقع بره، حالا چه میدونم، به یکی بگه، به یه مرجعی بگه آقا این داره آزار میده دیگه. آقا همه جای دنیا آزار جرم محسوب میشه دیگه، آزار به دختر که دیگه خیلی فراتر میگیرن، چون یه ذره قضیه رسانه‌ای و سیاسی میشه، به خاطر اون به نظر من برای مثال مثلا من دارم یه همچین اتفاقاتی داره میفته، یه نفر همخونه من باشه یا مثلا من مهمونش باشم همچین کارهایی به انجام بده، من صبر نمی کنم 2 سال بگذره بعد 2 سال بعد بیام صحبت کنم، همون موقع صحبت میکنم، به یکی میگم، میام در و دیوار میام، آقا این داره آزار میده، خب تو ته وجودت یه انسانیتی بوده دیگه، یعنی 2 سال انسانیت نداشتی بعد 2 سال انسانیت پیدا کردی، خب این یه چیز فولیه، اینجا قضیه رو پیچیده میکنه، وگرنه شاید واقعا همه چی درسته، شاید چیزی که دیده رو داره تعریف میکنه و واقعا اصلا قضاوت اینجا اشتباهه، یعنی مثلا من بگم اون داره درست میگه، نه اون داره درست میگه، اون کسی که دیده داره تعریف میکنه، اون کسی که میگه این اتفاقا نیفتاده و اونم دیده اونم داره تعریف میکنه، قضاوت کاریه که مردم متاسفانه این روزا انجام میدن همینطوری الکی بی خود. مثلا من میبینم یه نظرسنجی میذارم، گذاشتم سوبرترین رپر فارسی کیه، بعد نوشتم مثلا حالا یاس، عماد قویدل، سینا سایی، در صورتی که خودم مثلا سینا سایی و یاسو خیلی گوش میدم، برای مثال طرف اومده کامنت گذاشته که الان یعنی چی، الان یعنی سوبر طرف خیلی احمق و خره و مثلا هیچی حالیش نیست و همه اون پارتی خونا خوبه، اینو داری میگی، بعد یعنی منظورش اینه که من اینو دارم میگم، یعنی اون پس ذهنش قضاوته رو انجام داده، کامنتش هم گذاشته، یعنی نمیدونه که خب احمق، من فقط نمیشم صحبتن این رپر فارسی کیه، حتی عقیدم هم نبوده اون حرف، یعنی عقیده خودم نبوده، به عنوان نظرسنجی گذاشتمش، یعنی مثلا من چون اینو گذاشتم پس من پارتی خونا رو دوست دارم دیگه، اینا رو دوست دارم، اتفاقا یاس تنها رپریه که دارم میگم، یاس و امیر تتلو، حالا دوتاشون، یاس بیشترین ترکی که من حفظم از یه آرتیست از یاسه، یعنی من باله بر مثلا چه میدونم 90% ترکای یاسو حفظم، به خاطر این دارم میگم قضاوت علکی میکنیم هم دیگر رو سر چیزهای بی خود. حالا بیام در مورد ادامه ویدیو با هم صحبت کنیم، با یه چیزی میاد میزه اصلا خیلی بده، اصلا آدم ضعف میکنه در آرش حرف میزنه، چیزهایی که به چشم میدم دیگه، مواد بهشون میده، قرص ترامو میده بهشون که اینا نشه بشن هیچی نفهمن. خب چرا این کارو میکنه موری؟
این آدم این کارا رو میکنه، این بلا رو سر دخترها میاره. اونی که میگه من رفتم خونه کاری با من نداشته، شما یه روز نهایتا دو روز اونجا بودی، تو یه اتاق دیگه خوابیدی رفتی. خب این بود از ویدیویی که دیدیم. گفتم من قضاوت بیجا نمی کنم، به نظرم شما هم حتی تو کامنت ها لکی قضاوت نکنید. یه نفر یه حرفی میزنه، اون یکم یه حرف دیگه میزنه، داره دقیقا مخالفش صحبت میکنه. اونی که میدونه پس ذهنش چه اتفاقی افتاده، به نظر من اون باید جوابگو باشه. ولی برای مثلا دارم میگم، میتونست موری دو سال پیش بیاد همچین موضوعی رو بگه. چون مثلا من مهمونه یک کسی باشم ببینم داره آزار میده یه نفر رو، صبر نمیکنم دو سال بعد بیام در موردش صحبت کنم. خب همون موقع صحبت میکنم دیگه. این درمه خودش عجیبه. منطق جزوی از قضاوت نیست، اینو همیشه بدونید. منطق جزوی از قضاوت نیست. آقا این دیگه منطقیه، یعنی تو باید جواب منطقی به این داشته باشی. اگر جواب منطقی نداشتی، چه میدونم بگی مثلا دوست داشتم اون موقع حال نمی کردم، این جواب منطقی نیست. برای مثلا اگه جواب منطقی داشتی، به نظر من کاملا حرفاتم درست. و تاثیر ویوها رو داریم میبینیم تا این حواشی که برای امیر تسلو به وجود اومده. این چنل همون آیدین است که دوربین مخفی هم میگیره، 47,000، 19,000، اون یکی 70,000 فکر کنم، این ویدیو آخرش 189K عالیه. و چنل مولی 2800-1700، در مورد تتلو 35,000، در مورد تتلو با آیدین زواری 64,000 عالیه. دارم میبینم تاثیر ویوها رو دارم میگم دیگه، فکر نکنم بیشتر از امیر فردین هم داشته باشیم دیگه. 80,000 در مورد تتلو، 334,000، 79,000 در دوباره در مورد تتلو، 217,000. و یه ویدیوی دیگه هم که مورید داره و فکر کنم دیشب آپلودش کرد، دوباره در مورد این موضوع صحبت کرد، حاشیه تتلو تا همکاری رضا پیشو. ببین من نمیدونم، موری فکر کنم یه ماه گذشت، نزدیک به یه ماه پیش گفتش آقا من این قضیه دست کشیدم، پایان حواشی، گفت من دیگه در مورد این موضوع صحبت نمی کنم. آقا خب صحبت نکن دیگه، چرا زیر حرف خودت میزنی؟ من اصلا نمیخوام بیام چیز کنم، من موری خیلی دوست دارم به عنوان یه ریاکشن، حالا ریاکشن کار یا حتی موزیک ویدیویی که زد برای رضا پیشرو و قبل‌تر برای امیر تتلو، قبولش دارم. قبلا هم تو ویدیوهای خیلی قبل گفتم من واقعا دوست دارم با موری بشینم یه جا صحبت کنم، همینطوری الکی. ببین من و پدرامیتو مادویار در بدترین شرایط ممکن بودیم، یعنی دیگه نهایت فوشای ممکن رو با هم دیگه میدادیم، ولی با هم ویدیو گرفتیم صحبت کردیم. یه سری اومدن گفتن نه پشت پرده داستان داشتی، نه ما واقعا پشت پرده هم با هم فوش میدادیم. ولی خیلی دوست دارم با موری بشینم صحبت کنم، چون من اصلا بر موری احترام قائلم. دیگه اشتباهایی که قبلا کردم، مثلا چه میدونم یه نفر برخلاف عقیده من بوده، نمیام فشکشش کنم دیگه، اشتباهی اون موقع رو نمی کنم. و حتی الان دارم میگم موری برخلاف عقیده من نیست، شاید واقعا داره درست میگه، من از کجا بدونم. ولی خیلی دوست دارم بشینم باهاش صحبت کنم. پیشنهادش هم من نمیدم، به شخصه من نمیدم، ولی اگه کانکشنی باشه حتما قبوله واقعا، چون خیلی احترام براش قائلم. ولی در مورد این موضوع به نظر من قضاوت کردن یه ذره از نظر شما هم باید منطقی باشه، چون من تو کامنت ها میبینم فحاشی به نظرم جز قضاوت نیست، یعنی شما دارید فحاشی میگوید واقعا چیز غیر منطقیه. حالا فحش ندیدم میشه. در کل این بود از ویدیو امروز، امیدوارم لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایبتون فراموش نشه. ویدیو خیلی دلی بود بدون ادیت. تا یه ویدیو دیگه، فعلا.